خب دوستان همگی خوش اومدین، آخرین جلسه امسالمونه. انشالله که در سال آینده در خدمتون خواهیم بود به همین نحوی که تا حالا جلو رفتیم. انشالله جلو بریم. بریم سراغ داستان رفتن شهری و قومش به ده و ملاقات روستایی. یه داستانی رو ما شروع کردیم که یه آقای روستایی هر سالی 3-4 ماه می اومد مهمان یک شهری می شد و خیلی اصرار می کرد به این آقای شهری که شما چند وقتی بیا ده و در روستا زن و فرزندان خودت رو بیار و ما بهتون نمیذاریم بد بگذره، خیلی بهتون خوش میگذره. وعده های زیادی بهش داد. شهری به هر ترتیبی که بود از رفتن به روستا روی برمیتابید و نمیخواست بره. به هر حال بچه ها زیر پاش نشستن، گفتن همه مسافرت میکنن، چرا ما مسافرت نمیکنیم؟ بالاخره راضی شد که به سمت روستا حرکت کنه. اینا اومدن، مشقات زیادی رو کشیدن، آفتاب سوزان، شبهای تاریک و بعد از ماهی رسیدن به روستا. از اینی که رسیدن به روستا، داستان رو دوباره دنبال میکنیم. صحبت‌های خیلی مفصلی در جلسات اول و دوم شد. در جلسه قبل من نظرات خود مولانا رو در رابطه با صحبت‌هایی که جلسه اول و دوم کردم خدمتتون ارائه دادم. بقیه صحبت‌ها هم در این جلسه خواهد بود به انضمام نتیجه‌گیری که از داستان میشه. من دوستانی که تازه به ما پیوستن و تشریف آوردن خدمتشون عرض کنم، اینها یک سخنرانی های یک جلسه ای نیستش که یه مبحثی در یک جلسه ای مطرح بشه و به نتیجه برسه. اینها یک سری سلسله داستان ها و صحبت هایی هست که همه به هم پیوسته است و با یک جلسه بهره برداری ازش نخواهد آنچنانی بود. اینی که توجه کنید، عنایت کنید، اگر دقیقاً بخوایم متوجه بشیم که چی گفته میشه باید صحبت ها دنبال بشه، چون همه چیز به هم پیوسته است. ما در یک جلسه نه نتیجه ای از چیزی گرفتیم و نه صحبت ها تموم شد، صحبت ها نیمه کار موند. صحبت های امشبم که خب مفصل خیلی زیاده، من میرم توی داستان و داستان رو میخونم، توی داستان توضیحات خدمتون میدم. پس رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخته آوردن روستایی ایشان را. دفتر سوم. بعد ماهی چون رسیدند آن طرف، بینوا ایشان ستوران بی علف. یک ماه طول کشید رسیدن اونجا، نوا و آذوقه و همسشون تموم شده بود، حیواناتشون هم علف نداشتن. روستایی بین که از بدنیتی می کند بعد لطیا و لطی، می کند بعد لطیا و لطی. این هم به این نحو بخونید صحیحه. میگه که روستایی رو ببین که از نیت بدی که داشت، بعد لطیا و لطی. خیلی از شارحین مثنوی این رو ارتباط دادن با آیاتی از قرآن، البته نظر اونهاست، ولی این تا اونجایی که من اطلاع دارم ضرب المثل عربی هستش. یه چیزی رو به پشت گوش انداختن، یه چیزی رو حالا بعدن انجام میدم و اصطلاحاً خود رو به کوچه علی چپ زدن. روی پنهان میکند زیشان بروز، تا سوی باغش به نکشایند پوز. روش از اینا پنهان میکنه و از این میترسه روستایی که پوز دهانشون رو به سوی باغش این باز نکنن، این نرن تو باغ این میوه های اینو بخورن. آنچنان رو که همه زرق و شر است، این زرق نرزق، زرق و شر است، از مسلمانان نهان اولاتر است. میگه روی که همش درویی و شر و شرارته، از مسلمانان نهانی، منظور مسلمانان فقط کسانی که اسلام دارن نیست، اسم عام هستش. در ابیات حافظ، در ابیات مولانا شما زیاد این اصطلاح رو میبینید که منظور انسان ها هستن. میگه بهتر اینه که هیچ آدمی یک همچون شری رو نبینه. روی ها باشد که دیوان چون مگس، بر سرش بنشسته باشند چون حرس. چون ببینی روی او در تو فتند، یا مبین آن رو چو دیدی خوش مخند.
در صحبتایی که با هم داشتیم بحث این بود که روستایی نماینده نفسه و شهری نماینده عقل مفید و روان انسانیه. اصطلاحاً در نفس انسان اونچنان مگس ها مثل دیو و شیطان دور این دارن میچرخن و رو این نشستن و حسا دارن ازش حفاظت میکنن که میگه وقتی که میبینی اینها رو، این یا در صورتت میفته، یعنی تو هم از این چیزی رو میگیری، واگیر داره، و اگر دیدی نخند، خوش نباش به این دستان. همه رو خدمتون عرض خواهم کرد. در چنان روی خبیث آسیه گفت یزدان نصف آن به ناسیه. این هم اشاره هستش به سوره علق آیه 36 که هرگز کسانی که رو می کنند به این نفسانیات در سعادت نخواهند بود. چون بپرسیدند و خانه‌اش یافتند، همچو خیشان سوی در بشتافتند. اینایی که این شهری ها و خانوادش که اومده بودن سوال کردن از خونه این روستایی و چون فهمیدن که خونش کجاست، مثل قوم و خیش به سمت خونه دویدند. در فرو بستند اهل خانهش، خواجه شد زین کجروی دیوانه وش. اهل خونه روستایی رو در رو به روی شهری بستند و خواجه شهری از این ناجوان مردی، از این کجروی، مثل دیوانه ها شد. وش پسوندیه، مثل مهوش، چیزی که شبیه ما هستش. دیوانه وش، چیزی که شبیه دیوانه ها شد. لیک هنگام درشتی هم نبود، چون در افتی به چه تیزی چه سود. دیگه وقتی نبود که این بخواد درگیری کنه، دعوا کنه و درشتی کنه با روستایی. وقتی که میفتی توی چاه، دیگه درشتی کنی و تند صحبت کنی و عصبانی بشی چیزی رو عوض نمی کنه. بردرش ماندند ایشان 5 روز، شب به سرما، روز خود خورشید سوز. شبها سرد بود و روزها هم گرم بود. اینها پشت این در، پشت در خونه روستایی موندند. نزد قفلت بود ماندن، نه خری بلکه بود از استرار و بیخوری. با لعیمان بسته نیکان ز استرار، شیر مرداری خورد از جوع زار. ببینید، میگه که یه جاهای آدمهای نیکمنش، نیکمرد، با آدمهای فرومایه و پست نزدیک میشن. این به خاطر اضطرار و ضرورتیه که وجود داره، مثل زمانی که شیر یک مرده‌ای رو، یک شکار مرده‌ای رو میخوره، چون میدونی شیر معمولاً زنده شکار میکنه. او همی دیدش همی کردش سلام که فلانم من، مرا این است نام. شهری روستایی رو دید، سلام علیک، گفت من اینم، اسمم اینه. گفت باشد، من چه دانم تو کی، یا پلیدی یا قرین پاکی. گفت حالا اسمت هرچی میخواد باشه، یا آدم بدی هستی یا آدم خوبی هستی، من چه میدونم تو کی هستی. گفت این دم با قیامت شد شبیه، تا برادر شد یفر رو من اخی. گفت انگار شهری، گفت انگار شده روز قیامت، زمانی که برادر از برادر فرار میکنه. باز اشاره به آیه هست در قرآن، آیه 34 سوره عبس، که در روز قیامت انسان ها از برادرشون، پدرشون و مادرشون فراری میشن. گفت مگه روز قیامت شده که این برادر روستایی داره من رو اینجور فراموش میکنه. شهر میکردش که من آنم که تو، لوت ها خوردی زخان من دوتو. گفت آقا من همون آدمی هستم که میمدی خونه من اونجور چرب و شیرین میخوردی، خیلی میخوردی، دوتو میخوردی، خیلی میخوردی. آن فلان روزت خریدم آن متا، یه فلان روز برات این متا رو خریدم. کل سر جاوز الاسنین شا. اینم باز یک ضرب المثل عربی هستش که میگه که هر سری که از بین دو نفر خارج میشه، این به گوش همه خواهد رسید. گفت همه سر دوستی ما رو میدونن، همه دیدن که من با تو چه دوستی هایی داشتم.
سر مهر ما شنیده استند خلق. شرم دارد رو چون نعمت خورد حلق. میگه سر دوستی ما رو، مهربونی ما رو مردم شنیدن، و وقتی که انسان لقمه کسی رو خورد، غذای کسی رو خورد، شرم میکنه و در روی به قول خودمون نمکگیرش میشه. او همی گفتش چه گویی تو رهات؟ گفت یاوه و چرت و پرت چرا میگی؟ نه تو را دانم نه نام تو نجات. خلاصه روستایی به طور کامل منکر شد که من تو رو میشناسم. پنجمین شب ابر و بارانی گرفت، کاسمان از بارشش دارد شگفت. چون رسید آن کارد اندر استخوان، حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان. وقتی که دیگه خیلی بهشون فشار اومد و کارد به استخونشون رسید، خواجه شهری حلقه در خونه روستایی رو زد و گفت که مهتر رو، یعنی بزرگ این خونه رو، بخونید. چون به صد الهاه آمد سوی در، گفت آخر چیست ای جان پدر؟ با صد ناز و کرشمه اومد دم در، گفتش که داستان چیه؟ چی از جون من میخوای؟ اینجا وایسادی که چی؟ ببینید، یکی از موردهایی که صحبت کردیم در تصویرها، وقتی که ما در مجاز زندگی میکنیم، شادمانی در مجاز نهفته نیست. یکی دیگه از نکته هایی رو که در این مجازها و این بحث دیدن تصویرها در نفس و مشاهدگری که فقط برای ما تصویر به وجود میاره، این هستش که وقتی که به در وعده ها و قول هایی که به ما داده میریم، در رو به روی ما میبنده. همیشه شما اگر نگاه کنید، کار نفس دادن قولهای تو خالیه، یعنی چیزهایی رو به ما میگه که وقتی به اونجا میریم و به اونجا میرسیم، در به رومون بسته است. میبینیم این اونی نبود که به ما میگفت. اگر میگفت شادی در این هست، اگر میگفت شادی در فلان مسئله اعتباری وجود داره، رسیدیم به این مسائل و دیدیم که هیچ کدوم از اینها اینجور نیستن. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم که امیدوارم بتونیم نتیجه گیری هایی بکنیم در رابطه با این داستان. یکی از چیزهایی رو که مشاهدگر در انسان ایجاد میکنه، بحث لذته. شما اگر به هر کدوم از ماها نگاه کنیم، خودمون رو ببینیم، میبینیم که ما هممون طالب لذتیم. ما لذت پرستیم، یعنی هر چیزی رو برای لذت میخوایم. لذت‌های متفاوتی که در روشن فکر بودن، آزادی خواه بودن، موقعیت اجتماعی داشتن، پول فراوون داشتن، مدرک فراوون داشتن، موقعیت فلان داشتن، تمام این لذت‌هایی که در اینها وجود داره، ما به هیچ عنوان نمیتونیم منکر این بشیم که اینها در ما تولید لذت میکنه و ما از اینها التزاز عجیبی رو داریم. هر چیزی رو ببینید در ما این حرکت رو داره. اگر کسی صحبتش این باشه که خب چه اشکالی داره انسان با لذت زندگی کنه، به هیچ عنوان بحث این نیست که انسان میخواد چه بکنه. هر کسی اون کاری رو میکنه که باید بکنه. من بارها خدمتون گفتم عرفان ایجاد نیاز نیست، فقط متوجه یه نکته‌ای باش. لذت چهره دیگه‌ای از غمه و غم چهره دیگه‌ای از لذته. این دوتا با هم عجینن. در بحث مشاهدگر، مشاهدگر با حذف تصویرها و ایجاد تصویرهای جدید بر این تصور جلو میره که با ایجاد تصویرهای جدید غم رو میپوشونه و ما چهره غم رو نخواهیم دید. اما ما رو متوجه میکنه
که لذت در غم نهفته است و غم در لذت نهفته است. لذت در بحث مشاهدگر و ساختن تصویرها اونقدر جلو میره که ما از تمام اینها لذت میبریم. من یک انسان روشن فکرم، من یک انسان تحصیل کردم، من پول دارم، من موقعیت اجتماعی خوبی دارم، من دارای هزاران اعتباریات هستم. اینها همه به من لذت میده و یک لذت نهایی در این تماشاگر وجود داره، یک تصویر نهاییه. اون تصویر نهایی زمانیه که شما رو درست میشونه بغل دست خدا، خدایی که مشاهدگر میسازه، خدایی که تصویری از یک سری تصاویره و این رو به عنوان خدا معرفی کرده در خودش و شما رو بغل دست اون میشونه. این دیگه نهایتیه که ما در این لذت بهش میرسیم. من در دست راست خدا نشستم. ببینید، بر هر کدومون اگر دقت کنیم به خودمون، میبینیم که این صحبت در ما زیاد میچرخه که من عزیز کرده خدام. ببینید، اینا رو چندین بار تکرار میکنیم در طی شاد روز. فلان آدم دل منو شکست، خدا بد جور جوابش داد. دل منو نشکنی یا من عزیز کرده خدام. ببین، اصلا از اول خدای لطف دیگه‌ای به من داشته. دست راست خدا میشینیم و خدا رو مقید میکنیم به واکنش دادن در مسائل عصبی ما، در نفسانیات ما. یعنی این خدا کسیه که فقط میاد و به ضربات عصبی که ما خوردیم، تعصباتی که ما داریم و نفسانیاتی که داریم جوابگوه. انسانهای دیگر رو لطمه میزنه به خاطر من و عصبیت هم. این یکی از جلوه های مشاهدگر هستش. بسیار دقت کنیم از حقیقتی که در عرفان صحبت میشه، از حقیقتی که در هستی و در درون انسان وجود داره، صحبتی به هیچ عنوان از تصویرهای ساخته مشاهدگر نیست. ببینید، من در دست راست خدا نشستم، آخرین شاید یکی از نهایی ترین قسمتهایی که من در این پیشرفتهای تصویری انجام میدم. همه ما دنبال این لذت ها میگردیم و چقدر خوبه که همه هم ببینن که من خیلی مورد توجه خدا، من یک قدیسم. در تمام زندگی ما تک تک این صحبت ها رو ببینید خودتون، در تمام انسان ها و من جمله در خودمون. خیلی خوب، پس داشتن لذت مسئله ایه که من میخوام با لذت زندگی کنم. میخوای با لذت زندگی کنی، لذت زندگی کن، اما آگاه باش بر یه موضوعی. زمانی که شما با یک جریانی برخورد میکنید، با هر چی که برخورد میکنید، فرض کنید باز مثال همیشگی، به یک منظره خیلی مصفایی میرید، به یک باغ و گلزار زیبایی میرید، وقتی که در یک آن شما با این پدیده روبرو میشید، یک جریانی، یک شادمانی. فرق هست بین شادمانی و لذت. الان خدمتتون عرض میکنم، وجدی، حالت زیبایی درتون به وجود میاد. این حالت زیبا رو که داشتید، یک آن شما درکی از یک حقیقتی کردید، ارتباطی با یک موضوعی داشتید که در شما شادمانی ایجاد کرد، در شما تولید وجد کرد. فکر انسانی به محضی که شما این وجد رو دارید، این وجد رو، این درک لحظه رو، این شادمانی رو در از شما می دزده. حتما به بحث غلام هندو و
سلطان محمود، دقت کنید خیلی این صحبت ها اونجا شده، این رو از شما میدزده و این رو میده به حافظه. و فکر انسانی با یاد این وجد همیشه میخواد لذت ببره. شما از اونجا جدا شدین، شما از اون منظره اومدین کنار، یک وجدی داشتید، یک شادمانی داشتید، یک تجربه ای بود. حافظه با نشخوار کردن این، فکر با هی تکرار این، درخواست تکرار این که من این رو میخوام و میخوام و میخوام، شما رو میکشونتتون به درک تجربه‌ای به نام لذت. در این تجربه فکری یک شادمانی به خاطر اینکه فکر این رو دزدید و در حافظه نگه داشت و ما هی این رو تکرار کردیم و هی خواستیم و خواستیم، تبدیل میشه به چیزی که فقط میخوایم دوباره تکرارش کنیم، اگرچه تجربه بعدی که از این باغ داشته باشیم همون تجربه نخواهد بود، ولی این به ما فشار میاره. شما این رو ببینید در نوشیدن نوشیدنی ها، شما این رو ببینید در دیدن منظره ها، شما این رو ببینید در زندگیتون. خیلی جاها یک تجربه ای رو دارید، یک وجدی رو دارید، یک شادمانی رو دارید و این رو میگیره و میکشتش تو حافظه و با خواستن و مجبور کردن شما به خواستن دوباره این تجربه، شما رو وادار میکنه به اینکه این رو دوباره تجربه کنید. از اینجا میشه لذت. اشکال داستان فقط زمانیه که اگر مهیا نشه براتون، شروع میکنه به اذیت کردنتون، شروع میکنه به درد آوردن درونتون. شما اگر در یک شرایطی از داشتن یه ماشین، از دیدن یه منظره، از خوردن یک غذا شادمانی رو داشتید و همینطور از درک معنوی شادمانی رو داشتید، شاید الان دوباره تکرار اون مقدور نیست و این هی تقاضاش بر تکرار داستانه، هی تقاضاش بر تکرار داستانه. درد میگیره، درد وجود انسان رو میگیره. وقتی که شما دقت کنید، شاید خیلی از دوستانی که تجربه سیگار دارن، تجربه خیلی چیزهای دیگه دارن، وقتی که میخواد هر چیزی رو، ببینید چجوری به جونتون میفته که تو باید این رو فراهم کنی و الا اذیتت میکنم، نمیذارم رهاشی. پس لذت وقتی که شادمانی تبدیل شد به لذت، در حقیقت ذهن تکرار این رو میخواد و همش در حافظه این میخواد بازی کنه. شما در مسیر شادمانی مقدار محدودی فضا به حافظه باید بدید. شما میدونید که این رستورانی که رفتین غذاهای خوبی داره، همین، جلوتر از این به حافظه میدون ندید. حافظه تا جاهایی کاربرد داره. حالا همه این صحبت ها رو من برای چی خدمتتون میکنم؟ از این داستان به چند نکته میخوام برسم. شما در بحث روان حرکت میکنید، ایستایی ندارید، روانه، تجربه میکنه، وقتی که این تجربه رو کرد میره برای تجربه بعدی. اصطلاحی که من همیشه خدمتون گفتم، تخمی رو که میکاریم شخم نمیزنیم، یعنی دقیقا همین موضوع. خیلی از صحبتهایی رو که میشنویم در جلسات عرفانی و خیلی داستانهایی که از این تیپ مسائل هستند، اینها جایگاه خودشون رو در درون باز میکنن. دوستانی که چندین و چند سال تجربه این جلسات رو دارن، این در جای جایگزین میشه. اون وقتی که فکر شروع میکنه به شخم زدن، شروع میکنه به این که این رو هی بخواد و بخواد و بخواد، اونجا شما متوجه میشید که یک بازیچه این دریافت شما شده برای فکرتون. این دیگه یک واقعیتی نیست
که شما تجربهش کردید. پس اگر میخواییم لذت داشته باشیم، داشته باشیم، ولی بدونیم سایه‌ای با لذت وارد ذهن ما میشه که مشاهدگر این سایه رو در وهله اول کتمان میکنه، ما رو به روی اون سایه کور میکنه که نه، من زمانی که سوار این ماشین میشم اون چنان من میشم این ماشین و این ماشین میشه من میشم این مدرک و این مدرک میشه من، این لذت میشه من و من میشم این لذت، که فراموش میکنم که از پی امروز ممکنه فردایی هم باشه. این سایه داره با این وارد میشه، من این رو نمیبینم. به این موضوع باید آگاه بود، به این موضوع باید آگاه بود برای کسانی که در مسیر طریقت قدم برداشتند. من جلسه قبلم خدمت عزیزان صحبت کردم، ما بحثامون به هیچ عنوان بحثای خانوادگی، اجتماعی، پیشرفت در اجتماع، پسرفت در اجتماع نیست. ما در مسیر مشخصی در طریقت از مثنوی صحبت میکنیم. شمایی که تجربه کردین، شمایی که شهود داشتید در طریقت، دقت کنید که این شهود و تجربه، این وجد و شادمانی تبدیل نشه به نوعی از لذت که حافظه و ذهن تکرار این رو میخواد، همش میخواد اینو تکرار کنه در هستی، در هستی درونی و در هستی بیرونی. مسائل به این نحو نیستن، هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. هر لحظه داره تغییر می کنه. چیزی رو که تجربه کردی، تجربه می کنی و ازش رد می شی. جایی که باید نهادینه بشه نهادینه می شه. همه چیز در حافظه ی انسان نهادینه نمی شه. در یک زمانی می بینی جایی چیزهای شکوفا شد از درونت که اصلا نفهمیدی اینا از کجا اومد. عزیزانی که سوال میکنن، من باهاشون واقعا بهشون ارادت دارم، میدونم کاملا هم درست میگن که آقا ما پرت شدیم، ما نه دنبال این داستانهایی رفتیم که تو این جلسات صحبت کردین، آی اسم کی پرتوم تراغه، آی سنتر کی شلوغتره، عوامانه دنبال چیزی نرفتیم، واقعا تو این مسیر حرکت کردیم، دنبال اسم و رسم کسی نبودیم، دنبال حقیقت در افراد بودیم. اما پرت شدم. دقت کن، شهود درون، آگاهی بر درون چیزی نیست که به ذهن بدیش، به فکر بدی، به حافظه بدیش. پرتت میکنه. اگر در مسائل درونی و به خصوص مراقبه های متفاوتی قرار داریم، مواظب این موضوع باشیم که هی نخوایم وای چه حالی بود، من باید دوباره برگردم به اونجا. وقتی برمیگردی که باید برگردی. حالا ببینیم خودش چی میگه. به هر حال این آقای روستایی گفت من تو رو نمیشناسم، اینم رفت در زد، گفت التماس میکنم که آقا تو رو خدا بیادم در. شهری به روستایی میگه، روستایی اومد و گفت حالا چی میخوای از جون من؟ گفت من آن حقها بگذاشتم، ترک کردم آنچه میپنداشتم. گفت آقا هرچی حق گردنت داشتم بخشیدم، اصلا هرچی میگفتم بی خود بود. 5 سال رنج دیدم 5 روز، جان مسکینم در این گرما و سوز. آقا 5 روزه زجر 5 ساله کشیدم. یک جفا از خیش و از یار و تبار، در گرانی هست چون 300,000. این هم یه حالتیه که وقتی که بهتون احتیاج داره و خیشتونه، نزدیکتونه، بهش جفا میکنید خیلی سنگین میاد. زان که دل ننهاد بر جور و جفاش، جانش خوگر بود با لطف و وفاش. یا جانش خوگر بود با لطف و وفاش، دقیقا چیزی که من خدمتون گفتم. برای که هیچ وقت باور نمی کنیم این لذت غمی درش نهفته است و اون غم هم لذتی درش نهفته است، اساسا نمی خواهیم ببینیم.
اینقدر تصور نکنیم که هر چیزی در التزازه. التزاز چهره غم رو داره، همون اونجور که یه رو رو داره که ما دل نمیدیم به جور و جفاش، فقط اون قسمتهاش رو میبینیم که نه، من باید از این لذت ببرم. آگاهی بر این حقیقت این نیستش که شما رو از شادمانی باز میداره، ابدا همچون چیزی نیست، فقط شما رو آگاه میکنه در گذر از تجربه ها. از تجربه ها باید گذر کرد. ایستایی و تکرارش کار مشاهده‌گره. یعنی این به این معنی نیستش که من هر گونه شادمانی برام میاد، این شادمانی طوری هستش که برای من ابدی خواهد موند و ذهن اینو بخواد تکرار کنه. وقتی که به این صورت گذری و به صورتی که گذر میکنیم ما از این تجربه ها، چه شادی ها، لذت ها، غم ها، همه اینها، فقط گذر میکنیم از اینها و در اینها توقف نمیکنیم، اساسا در اون زمان با حقیقتی به نام شادمانی جاودان رو در رو میشیم. یک نکته ای رو که من خواستم خدمتتون عرض کنم برای عزیزانی که توی مسائل طریقت بودن، در خانقاهای و در جاهای دیگه زحمتهایی کشیدن و واقعا به دور از این هیاهوهای بیزینسی دنبال این مسائل بودن، به این نکته شدیداً دقت کنن که اون ولع تو، اون هیجان تو برای تکرار شهود، برای دیدن اون چی که تجربهش کردی، از اون پله ها انداختتت پایین. گذر کن، در کنار هیچ چیزی مایست. وقتی که باید حرکت کنی حرکت کن. روان یعنی روند است، نمی ایسته، ایستایی نداره. هرچه بر مردم بلا و شدت است، این یقین دان که از خلاف عادت است. یکی از داستانهایی که ما سر مسئله لذت داریم، فکر ما با این لذتها عادت میکنه، با تکرار اینها و هی خواستن اینها برای ما میشه فرمی از عادت. وقتی که این عادتها اومد، هر چیزی که خلاف این عادت باشه برای ما شدت پیدا میکنه. زندگی جریان خودش رو داره. تویی که وابسته کردی خودت رو، تویی که چسبیدی در تکرار این لذتها و خواست تکرار اینها در ذهنت. خب مسلماً وقتی به این صورت بلا شدت غم پشتش میاد. گفت ای خورشید مهرت در زوال، شهری به روستایی گفت گر تو خونم ریختی کردم حلال. شهری به روستایی گفت آقا اگه میخوای منو بکشی حلالت باشه، خونم حلالت. امشب باران به ما ده گوشه‌ای، تا بیابی در قیامت توشه‌ای. گفت یه امشبی که داره اینجور بارون میاد، به ما یه جایی بده، یه گوشهی بده که توی اون گوشه استراحت کنیم. انشالله که خدا صد در آخرت بهت بده، در قیامت توشهی بهت بده. حالا روستایی جواب داد، یعنی استیصال و بیپناهی و درموندگی شهری رو دید. چون وقتی که ما میریم در این اعتباریات و میریم در این هویت‌ها، از اصل خودمون جدا میشیم و حالا دیگه در دست این تصویرها هستیم. هر جوری که بخواد با ما بازی میکنه. تک تک ابیاتی که من خدمتون خوندم که بارونه، بارونی که آسمان ندیده شگفت داشته، اینها معانی به خصوصی دارن. من چون فقط بحث ما در یک مورده، از یک مورد بیشتر نمیتونم صحبت کنم، برای همونم هم متاسفانه وقت کامل نیست. دوستانی که آشنایی دارن در نظر داشته باشن، ما فقط راجبه یه موضوع به خصوص داریم اینها رو باز میکنیم. گفت یک گوشه، گفت یک گوشه است آن باغبان، هست اینجا گرگ را او پاسبان. آقا جان ما اینجا روستایی، نفس بهش گفت، گو اینجا ما یه گوشه ای داریم که مال باغبونه، این باغبون هم ما گذاشتیم اینجا که این مواظب باشه گرگ نیاد تو باغ من. در کفش تیر و کمان از بحر گرگ، تا زند گرگ، تا زند گراید آن گرگ سترگ.
گفت تو کف دست این آقای باغبان تیر و کمانه و با این تیر و کمان گرگ رو میزنه، اون گرگ بزرگ رو، وقتی که بیاد وارد نشه. گر تو آن خدمت کنی جا آن توست، ورنه جای دیگر فرمای جوست. گفت اگر این کارو میکنی پاسبان میایستی، پاسبان وایسا به جای این باغبان، جار میدم به تو. اگر وای نمیسی خب برو جای دیگه ای رو برای خودت پیدا کن. گفت صد خدمت کنم تو جایی ده، آن کمان و تیر در کفم بنه. گفت جا خدمت میکنم برات، اون کمان و تیر رو به من بده، هر چی که تو بگی میکنم. من نخسبم حارسی رز کنم، رز یعنی همون به اصطلاح باغ، انگورها استبلاحن ولی همون باغ رو. گر برارد گرگ سر تیرش زنم، اگر گرگ سرش اومد بالا من تیر میزنم. بحر حق مگذارم امشب ای دو دل، آب باران بر سر و در زیر گل. گفت تو رو به حقیقت حق امشب من رو زیر این بارون با این زن و بچه نذار که هم بارون رو سرم بیاد و هم زیر پام گل بشه. شما وقتی که وارد میشید در عالم مجاز، در عالم مشاهدگر، در حقیقت شما یک اصلی رو که عقل مفید بوده، فطرت انسانی بوده و سرشتی که ما بارها هم باز راجبش صحبت کردیم و توضیح دقیقا دادیم منظورمون چی از اینها، چون جایش نیست که صحبت کنم، حرکت میکنید به این سمت، چیزی نیستیم جز بازیچه دست این مشاهدگر. و حقیقت اینه که باید پاسبانی کنیم، باید مواظبت کنیم از اعتباریاتی که بهمون داده. راهی نداریم، راهی نداریم جز این که بایستیم که مبادا بفهمن من بی سوادم، مبادا بفهمن من بی شخصیتم، مبادا بفهمن که من اونی که میگفتم نیستم. پاسبانی با تیر و کمان باید بکنم که اون چیزی رو که ساختم و از این اعتباریاتی که برای خودم درست کردم تمام جون ذهن رو میگیره. حالا متوجه میشید چرا روان انسان به اون کرختی و از دست دادن حساسیتش دچار شده؟ چون یک گوشه بسیار ناچیزی کل ذهن منو مشغول کرده و اون خوده و اون منم، اون من، این اعتباریات تمام هستی من رو در سطح، در سیطره احاطش آورده. به همین خاطر روان فعالیت نمیتونه بکنه، کرخت شده دیگه، جون اینو نداره که فعالیتی داشته باشه. به هر حال گفت من نیستم و از این به اصطلاح باغ تو نگهبانی میکنه. گوشه خالی شد و او با عیار رفت آنجای تنگ و بیمجال. این به طور کلی با تمام حقیقتی که داشت رفت اون گوشه تنگ. اون گوشه تنگ اشاره به همون اون خود داره، به همون اون مشاهدگر داره، همون اونی که این تصویرها رو میسازه. یعنی تمام ساحت ذهنی من در تحت تسلط یک مجازی قرار گرفته که این مجاز اسمش خوده، اسمش منه، و این من کاری نداره برای من جز این که با تیر و کمون وایسم. هر چیزی هویت من رو، هر چیزی این اعتباریات من رو مورد حمله قرار داد و خواست من رو از اونجا پایین بکشه، من باید اونو بزنم. چون ملخ بر همدگر گشته سوار، از نهیب سیل اندر کنج قار. مثل مور و ملخ میچارا ریختن رو هم دیگه این خانوادش و خودش و اینا، که اون جایی که این آقای روستایی بهش داد. شب همه شب جمله گویان ای خدا، این سزای ما، سزای ما، سزا. میگفتن که این سزای ماست، این سزاییه که ما از اصل خودمون، از فطرت خودمون حرکت کردیم. من جلسه قبلم خدمتون گفتم شهری میره به روستا مسئله است. وقتی که روستایی میاد به شهر
و 10 سال مهمون شهری بود هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی که شما از فطرت حرکت میکنید به سمت روستا، مشکل به وجود میاد. این سزای آن که شد یار خسان، یا کسی کرد از برای ناکسان. میگه این سزای اون کسی که با خسان میشینه، با آدمای فرومایه. دیدید هر جایی که صحبت میکنی چند تا مسائل پایه‌ای و کلیدی داره. اینا از نشونه های سالکه. با هر فرومایه‌ای نمیشه نشست. و اون جریاناتی که هفته پیش خدمتون میگفتم، جریان عشق، اون فوران محبت رو برای هر خسی نمیشه به جریان انداخت. باید بدونیم آب رو به شورزار نمیبرن، آب در شورزار خار میاره. اصل صحبت سر اینه. این سزای آن که اندر طمع خام، ترک گوید خدمت خاک کرام. این به خاطر اون طمعهایی که میکنیم، طمع به بزرگ شدن، طمع به مولانا شدن، طمع به عارف شدن، طمع به رشدی که رشد میپنداریمش، از اصل خودمون جدا میشیم. خاک پاکان لیسی و دیوارشان، بهتر از آم و رز و گلزارشان. بنده یک مرد روشندل شوی، به که بر فرق سر شاهان روی. شما اگر در زندگیتون تمام این صحبتایی که من تو این 3 جلسه گذشته خدمتون گفتم، این سندهایی که داره، خیلی مهمه که تو به چه نتیجه‌ای برسی، نه شاهانی که برات شاه ساختن. شاه فقط به مادیات نیست. شما امروز می‌بینید قدرت در دست شاهان اسپریچوال و معنویته، هیچ فرقی نمی‌کنه. یک نفر رو که پیدا کنی، روشندل باشی، بنده این باشی، خاک و دیوار اینو لیس بزنی، بهتر از اینه که رو سر این شاه ها بشینی. از ملوک خاک جز بانگ دهل تو نخواهی یافت، ای پیک سبول. شما از کسانی که در این مسائل ظاهری و خاک، به قول مولانا، به قول ما، اون مسائل تصویری قرار دارن، تو با حرکت در اینها به جز تصویر به چیز دیگه این نمیرسی. بحث تقلید خر برفت یادمون باشه. اینا اون طمع خامه. حرفایی که جلسه ها بارها زدیم، با حرف کسی چیزی عوض نمیشه. باید تو ببینی، خودت به نتیجه برسی و اون مرد روشندل رو تو پیدا کنی، نه اینکه شاهانی رو که برای ما میسازن. خیلی نکته هایی رو اشاره میکنه برای کسانی که در طریقت بودن، چون خیلی کسانی که در این مسیرها رفتن. ببینید عرفان در مذهب شرق به طور کلی متفاوت با اون چیزیه که ما امروز در غرب میشنویم. والا صحبت ها یکی نیست، ابدا هم یکی نیست. اینها از چیز دیگه ای صحبت میکنن، این و مولوی و کلن عرفان شرق از چیز دیگه ای صحبت میکنن. این بسیار مهمه که تو کانال محبت رو روی کی باز میکنی. این به این معنی نیستش که با هر ناکسی کسی بکنی، تو هر شورزاری آب زلال بریزی. دقت کنید، خودتون فرقها رو میبینید. و خیلی مهمه که تو شخصا و درونن با ندای قلبیت به یک نفر روشن دل رسیدی، و یا با این تبلیغات و صداهای پرتمطراق رسیدی. بابا اون کسی که واقعا رفته و جون گذاشته و میگه من چرا پرت شدم، علتاش رو ببینه. تو دنبال چی رفتی؟ دنبال اسم رفتی؟ دنبال قالب رفتی؟ 50 میلیون میگن این خیلی بزرگه، خب به تمام کره زمین بگن. به تو به کجا رسیدی؟ عرفان دیدنه. تمام صحبت‌های ما تا الان اینجا بود که عرفان از شهود صحبت میکنه. من به کجا رسیدم؟ من چی رو دیدم؟ من چی رو در کی کجا پیدا کردم؟ هی این صحبت‌ها میشه و باز میگیم نه آخه میدونی فلان آدم رو اینجوری گفتن، این کتاب رو نوشته، اون این حرف رو زده. در این مسیر طریقت
تو خودت باید برسی، هیچ کس نمیتونه بهت کمک کنه. اگر رفتی و چوبشو خوردی، فردا نگو عرفان بی خوده، فردا نگو همه اینا حرفشون یکیه، همچون چیزی نیست. اینا کی حرفاشون یکیه؟ کی میگن دروازه های بیکران محبت رو باز کن روی خسان؟ میخوری و بعدم میذاری به اسم اینا، و بعدم تو تصور خودمون چون نشنیدیم نخوندیم میگیم آقا مولانا اینجوری گفته، حافظ اونجوری گفته، فلانی هم در فلان کشور غربی یا فلان کشور هندی اینجوری گفته، اینا همشون یه پارچن نیست، همچون چیزی. دقیق راه رو برای ما باز کرد تو این 3-4 سال، قدم به قدم چطور باید بری. مهمترین موضوع در عرفان دیدنه، خودت باید ببینی، خودت باید به نتیجه برسی. بگذاریم. به هر حال میگه که اگر دیوار یک انسان پاک رو بلیسی، بهتر از اینه که دنبال کسانی بیفتی که فقط در این قالب هان و در این حرفان، و تو خودت باید به این موضوع برسی. هزار راهزن در سر راهت میاد، راهت رو میزنن، مسیرت رو میخوان عوض کنن، در وجودت سم میپاشن. تو باید با اون چشم باز، پایگاه استوار درونی، ذهن محکم و آروم که این همه ازش صحبت میکردیم، با این مسئله رو در روشی و تنهایی. شهریان خود رهزنان نسبت به روح، روستایی کیست گیج و بیفتو. این یه بیت شعر یک مسئله رو مطرح میکنه، من اینو خدمتون بگم. میگه ما گفتیم یه روان انسانی وجود داره به نام شهری، و یک نفسی وجود داره که ذهنیه که سازش کوک نیست و تصویر میسازه. روستایی اینه، شهری همون عقل مفید توه، اون روان در حرکت تو روند است. یه نکته ای رو هم بدون، این روان تو نسبت به روح تو باز دوتا مسئله است. من وارد بحث روح نمیشم چون اصلا روح یک بحث متفاوتی داره. روح یک بحثیه که شاید چندین ماه جلسه ما رو بگیره، روح از دیدگاه مولانا. باز دوستانی که تشریف داشتن اینجا، قدیم بودن که می آشنایی دارن، دوستان جدید توجه کنن، باز نریم فکر کنیم روح یعنی همون چیزایی که ما شنیدیم. میبینید بیان مولانا در قبال چیزهایی که ما شنیدیم و فهمیدیم بسیار متفاوته. روح ابدا اونی نیستش که حالا ما فرض کنیم یه دودی تو بدن منه و میاد بیرون و بعد میره تو آسمونا. ابدا نظر مولانا به این نیست، و بلا فاصله روی قضاوت بر نگردیم. این میگه که در قبال نفس انسانی، در قبال عقل جزئی، عقل مفید استاد راهبر پیشروه، ولی در مقابل عقل مفید بر بالاتر از اون چیزی وجود داره به نام روح. این سزای آن که بی تدبیر عقل، بانگ قولی آمدش بگزید نقل. یه همه اینا رو من خدمتون گفتم. چون پشیمانی ز دل شد تا شقاف، زان سپس سودی ندارد اعتراف. شقاف یه پرده روی قلب انسانی، یه پرده خیلی نازکی روی قلب انسانی. میگه که وقتی که پشیمونی از درون دل اومد و قلب رو پاره کرد، که حتی اون پرده نازکی روی قلب رو هم پاره کرد، اون موقع پشیمونی چه سودی داره؟ اون موقعی که آقا من حالا رفتم و اینا شده، حالا راه حل چیه، چه سودی داره؟ جای دیگه خیلی زیبا بیان میکنه، میگه سیل رو باید از سرمنشأ سیل جلوش رو گرفت. وقتی سیل حرکت کرد، اومد همه رو نابود کرد و خونه ها رو از بین برد، اون موقع که دیگه کاری نمیشه کرد، آدم ها مردن، خونه ها ویران شدن، سیل باید از سرمنشأ جلوش گرفته بشه. پس میگه که زمانی که میخوای حرکت کنی متوجه باش، مواظب باش کجا قدم برمیداری. دیدید بارها گفت مثل کور لرزان لرزان به ترس برو، همین اینجور گستاخ نرو، همینجور فکر نکن من رفتم رسیدم. مسیر خودش رو داره. به این نحوی که من مولانا تا امروز بیان کردم، خیلی قشنگ راه رو برات باز کردم. منظور مولانا اینه. پس
وقتی که رفتی و رفتی ته چاه، دیگه ته چاه دیگ و داد چیزی رو عوض نمی کنه. قبل از این که به چاه بیفتی کار رو ببین. نشه مثل خیلی چیزایی که میگم ما اول خیلی وقت صحبت شده، اول عمل میکنیم بعد تازه فکرشو میکنیم. آقا خب اول فکرشو بکن بعد عمل کن. دقیقا به همون نکته اشاره داره. بعد دیگه دوباره میاد سراغ بقیه داستان. بریم بریک و برگردیم داستان رو با هم ادامه بدیم. خسته نباشین. بفرمایید مستقلشین. از جناب آقای مقصود برهان تقاضا میکنم تشریف بیارن برای اشعار و غزل هایی از مولانا. بعد از آقای حمیدرضا شفیعی تقاضا میکنیم که یک موسیقی زیبایی رو طبق معمول اجرا کنم برای ما.
جناب آقای کرباسیان تقاضا میکنم تشریف بیارم. دوستان امشب درست یک سال هست که من منظور جلسات اصلی ارمان شدم. به این دلیل برنامه کمی متفاوت از بقیه شبهای بگیدم. دو بیت از غزلی از دیوان شمس رو اگر اجازه دید به آواز کنم. چنان مستم، چنان مستم، چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم، برون جستم من امشب. چنان مستم، چنان مستم، چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم، برون جستم من امشب. چنان چیزی، چنان چیزی که در خاطر نیاید، چنان هستم، چنان هستم من امشب، چنان هستم، چنان هستم من امشب. چنان مستم، چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم من امشب. چنان چیزی که در خاطر نیاید، چنان هستم، چنان هستم من امشب. به جان تا آسمان عشق رفتم، به صورت گرد در این پستم من امشب. گرفتم گوش عقل و گفتم این عقل، برون رو کست و وار هستم من امشب. بشوی عقل دست خیش از من، که در مجنون بپیوستم من امشب. به دستم داد یوسف ترنجی، که هر دو دست خود خستم من امشب. چنان کرد آن ابریق پرمی، که چندین خمر بشکستم من امشب. نمیدانم کجایم لیک، فرخ مقامی کندرو هستم من امشب. بیامد بر درم اقبال نازان، زمستی دل برو بستم من امشب. چو واگشت او پی او می دویدم، دمی از پای ننشستم من امشب. جناب آقای منتظر تقاضا می کنم تشریف بیادم برای غزل شماره 2531 مولانا رو خدمتتون از دیوان شمس تقدیم می‌کنم. خمش کن همچو ماهی تو، خمش کن همچو ماهی تو، در آن دریای خوش در رو، چو اندر قعر دریایی تو از آذر چه غم داری، تو از آذر چه غم داری. خیلی ماشه.
خب بریم بقیه داستان. آن کمان و تیر اندر دست او، گرگ را جویان همه شب سو به سو. شهری تیر و کمان رو به دست گرفت و مواظب بود که گرگ به سمت باغ نیاد. گرگ بر وی خود مسلط چون شرر، گرگ جویان و ز گرگ او بی خبر. در حقیقت گرگ بر این مسلط بود و این دنبال گرگ میگشت. ببینید، ما در هویت فکری، در چیزی که از اسم به عنوان نفس ازش اسم بردیم، همیشه باید با تیر و کمون، با زخم، با جدیت مواظب ساخته های روستایی باشیم. ببینید، من صحبت از محبت میکنم، صحبت از عشق میکنم، ساخته هایی رو که این مشاهدگر، این نفس در من ایجاد کرده، اما همین این من رو ببینید که این چنین از محبت صحبت میکنم، اگر همسایم، اگر دوستی بخواد کوچکترین حرکتی به سمت ایگو بکنه، بخواد زیرا به من رو بزنه، بخواد چیزی بگه که اون هویت اعتباری من متزلزل بشه، با این تیر و کمون وایستادم. من همون آدمی هستم. جلسه قبلم خدمتون عرض کردم، ما هزار تا آدم که نیستیم، یه آدمیم، ولی خیره شدیم در جزئیات و تکه های تصویری مشاهدگر. منی که در جایی دم از محبت و عشق میزنم، باز در خودمون ببینیم بدو با اون دید صادقانه، جایی که تمام این کلمات زیبا گفته میشه فرقی نمی کنه. حالا خودش میگه پایین داستان، میبینید بسیاری از این عارفان، از این صوفیا، از مردم عامی به مراتب بدتره. حالا خودش صحبت میکنه روی این موضوع. اون چنان من ایستادم با تیر و کمون که اگر حمله ای شد به هویتم، من جواب بدم و نذارم که پایه های این سست بشه. چیزی رو که روستایی ساخت، تمام هویت و حقیقت حیات من در حفظ اون حرکت میکنه. من میبینم بعضی از دوستان شاید تصور اشتباهی از مسائل معنوی و عرفانی دارن. تصورشون اینه که عرفان و تصوف به معنی التزاز بیشتر از این مشاهده گره. عرفان و تصوف دریافت و ارتباط نزدیکتر و صحیحتر با حقیقت زندگیه، نه اینکه من از لذت هام بهتر لذت ببرم. دقت بکنید، دیدن این هویت، اینکه من باید، یعنی از من یه خودی ساخته شده، خدمتون عرض کردم دیگه تکرار نکنم، 10 سال روستایی اصرار کرد و در این مدت سنی ما رو کشوندن، از بچگی متولد میشه تا 10 سالگی 12 سالگی ما وارد این هویت ها میشیم، وارد این تصویر ها میشیم، این جریانات بر ما حکومت میکنه و همش به ما وعده میده، همش وعده است. وقتی هم که به این وعده ها میرسیم میبینیم پوچه، اما چون اون خود به وجود اومده، اون من به وجود اومده، من باید اون رو پاسبانی کنم، اون شخصیت رو، اون هویت رو، اون رو باید به طور کامل نگه دارم، با تیر و کمون وای میستم، اگر کوچکترین حمله خواست بشه ببینم. از عمده ترین بلاهایی که سر ما میاره روستایی و نفس، در بسته است، ما رو به تو راه نمیده، درش توی وجود نداره، درونی وجود نداره. من اون حقیقت خودم رو، فطرت خودم رو، اون وجود خودم رو رها کردم و رفتم در یک سری از این ماسک ها و عکس ها و میخوام از اینا بهره بگیرم. میندازتمون یه گوشه ای و میگه در این گوشه باید مراقب این اعتباریاتی باشی که من بهت دادم، تکون بخواد بخوره باید با تیر بزنیش. به هر حال، هر پشه هر کیک چون گرگی شده، اندران ویرانشان زخمی زده. هر پشه هر ککی مثل یک گرگی شده و این به جون اینا افتاده و بهشون زخم میزنه. باز نگاه کنیم به خودمون، وقتی که وارد میشیم در این تصویرها، در این زندگی مشاهدگر، هر قدم زندگی برای ما زجری شده،
هر پشه ای ما رو لگد میکنه، هر کوچکترین مسئله ای ما رو زیر پای خودش از بین میبره. چون تو اون گوشه افتادیم دیگه، زیر بارونم بودیم، 5 روزم هم هست سختی کشیدیم، زحمات زیادی کشیدیم برای به دست آوردن این هویت ها، و الان میبینید هر نسیمی، هر پشه‌ای، هر چیزی که حرکت میکنه زخم گرگیه در جگر ما. بسیاری از این دوستانی که مسائل مشکلاتی در مسائل روان دارن، من خدمتون گفتم اینها در روان انسان نیست. روان انسان حرکت میکنه، اینها فقط در این مشاهدگره، در این واکنش، در این عکسی که در واکنش به عکسهای دیگه ساخته شده، اینه که کنترل کامل رو دست گرفته. و حالا شما ببینید تا کجا این کنترل داره. به هر حال هر پشه‌ای، هر حرکت کوچیکی چطور ما رو میلرزونه، هر لذت کوچیکی که از ما گرفته میشه، هر لذت کوچیکی که بهش نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، چقدر آزاردهنده است. دوستانی که باز خدمتون عرض میکنم، دوستانی که در طریقت قدم برداشتن، متوجه این موضوعات به طور دقیق هستن. انسانی که نمیتونه بر عادات فائق بیاد، انسانی که توانایی اینو نداره که در مقابل این پشه ها و کک ها کوچکترین اراده ای از خودش حرکت بده و داشته باشه، این نمیتونه سالک باشه، این رهرو نیست. و باز اون آرزوهایی که ما در اون مقاماتی میخواییم که باز این مشاهدگر برای ما درست میکنه. در حقیقت اون معنویت، صحبتهایی که در جلسات بوده حتما گوش کنین، در این 3-4 جلسه گذشته، اون معنویت هم چیزی نیست جز این مشاهدگر ایگو و نفس. فقط پر زرق و برقه، فقط اسمای قشنگ داره، کلمات قشنگ داره، اصل داستان همونه. به هر حال فرصت آن پشه راندن هم نبود از نهیب حمله گری عنود، چون همش ما رو میترسونه که اینا رو ازت میگیرم، تمام این سختی ها رو بکش، تمام این بدبختی ها رو بکش، اگر کوچکترین حرکتی بکنی گرگ میاد. تا نیاید گرگ آسیبی زند، روستایی ریش خواجه برکند. تا نباده که گرگ آسیبی بزنه و روستایی پدر شهری رو در بیاره. ببینید روستایی واقعا بیرحمه، اعتماد به وفای نفس، اعتماد به وفای این ایگوها چیزی جز پشیمونی و بدبختی در پی نداره. یک مثالی رو از مولانا همیشه میزنن. مولانا یه چیزهایی رو میگه، همیشه وقتی صحبت میکرده میگفته به وفای مردان سوگند، به وفای مردان قسم، به وفای انسانها قسم. یکی از نشانه هایی که در ما انسان ها بسیار میبینیم بی وفاییه. خوبی هایی رو که این درون ما داره در درون، و از دست دادن اینها، این چشمه های جوشان، به خاطر این وعده های روستایی. و در بیرونم همین میشیم، در بیرونم همین میشیم. بعدم جلسه قبل یا 2 جلسه قبل گفتم مبادا پتکو بدیم دست نفس. پتک رو باید بر ریشه نفس بزنیم، اشتباه متوجه نشیم. معنویت حداقل در عرفان ما، در مولانا، در عطار، حافظ و بسیار دیگه، حالا اسم نبرم، معنویت این نیست یه پتک دست نفس بدیم بگیم حالا بزن به همه. معنویت زدن پتک بر ریشه نفسه. و متاسفانه خیلی ها به خصوص در دنیای امروز که خب حالا یه دورانی داشت، نمیدونم دیگه داره تاریخ مصرفش تموم میشه یا هنوزم ادامه داره، این مسائل بسیار لغلغ زبون شده. به هر حال این حرکتی که ما وفا رو از دست میدیم، همون جوری که در بالا صحبت کرد، یک قشر ظاهری رو میبینیم، کس رو ناکس میبینیم، خار رو گل میبینیم، و فقط برای توجیه این مشاهدگر میایم به کس، به ناکس کسی میکنیم، به خار اعتماد میکنیم.
اینا رو خیلی دقت کنیم. این چنین دندان کنان تا نیم شب، جانشان از ناف می آمد به لب. اینجوری مثل این که حالی که دندانشون رو می کنن، پدرشون داشت در می اومد و جونشون از ناف می اومد به لب. ناگهان تمثال گرگ هشته‌ای سر بر آورد از فراز پشته‌ای. یه دفعه تمثال یعنی شبح، شبح یک گرگ اومد. بسیار پرمعنی مطرح کرده. من متاسفانه وقت ندارم برم توی جزئیات حرکات مشاهده‌گر که ببینید تمام اینها یک شبح هست یا یک واقعیته. این چیزهایی که در زندگی انسان در جریانه، این یک مرتبه رها شد و از به اصطلاح یک پشته یه جای بلندی اومد بیرون. این آقای شهری تیر را بکشاد آن خواجه ز شست، زد بران حیوان که تا افتاد پست. تیر رو گذاشت، چله کمون رو کشید و خلاصه زد به حیوان که حیوان از بالا افتاد پایین. اندر افتادن ز حیوان باد جست، روستایی های کرد و کوفت است. زمانی که تیر خورد به حیوان، حیوان که افتاد پایین، بادی ازش در رفت، روستایی دست زد و های کرد. ناجوامردا که خرکره من است، گفت نی این گرگ چون آهرمن است. آقای روستایی گفت ای نامرد، ای ناجوان مرد، این کره خر من بود که زدی. شهری گفت نه آقا، یه گرگی مثل اهریمن میمونه. اندرو اشکال گرگی ظاهر است، شکل او از گرگی او مخبر است. آقای شهری گفت آقا اصلا شکل این شکل گرگه و ظاهر گرگ بودنش نشون میده که درون این گرگه. حالا روسیه جواب میده، گفت نه بادی که جست از فرج وی، میشناسم همچنان که آبی زمی. گفت صدایی که از این در اومد، بادی که از این خارج شد، اونچنان دقیق میشناسم مثل زمانی که آب رو از شراب تشخیص بدم. پشته ای خرکره ام را در ریاض، که مبادت بست هرگز. خلاص آقای روستایی نفرین کرد، گفتش که کره خر منو کشتی در باغ در ریاض، انشالله که هیچ وقت بست نداشته باشی، همیشه در انقباض باشی. دیدید که باز به حرکات خودمون برگردیم با توجه به تمام برنامه ریزی هایی که روستایی میکنه و این ما رو متأثر میکنه. علنن برنامه میریزیم، علنن به هم میزنیم، علنن هزار جور مشکلات ایجاد میکنیم و هنوز طرف رو نفرین میکنیم و خیال میکنیم که اون خدا نشسته، اون خدای ساخته مشاهدگر نشسته در کنار دست راست من و فقط باید برآورده کننده عصبیت ها و نفسانیت های من باشه. حالا شهری دوباره به روستایی گفت، گفت نیکوتر تفحص کن شب است، شخص ها در شب ز ناظر محجب است. میگه که بیشتر نگاه کن، شبه، خیلی به اصطلاح چیزها رو ممکنه اشتباه ببینی چون تو تاریکیه. شب غلط بنماید و مبدل بسی، دید صائب شب ندارد هر کسی. گو هر کسی در شب در تاریکی دید صائب نداره، شاید تو اشتباه میکنی. شهری به روستایی گفت، هم شب و هم ابر و هم باران ژرف، این سه تاریکی غلط آرد شگرف. گو هم بارون داره میاد، هم ابر و هم تاریکیه، اینها یک اشتباه بزرگی رو به وجود میاره در انسان. حالا روستایی جواب داد، گفت آن بر من چو روز روشن است، میشناسم باد خرکره من است. گفت مثل روز برام روشنه که این صدای خرکره من بود. در میان 20 باد آن باد را، میشناسم چون مسافر زاد را.
که میونه 20 تا بادی که خارج بشه من این باد رو میشناسم، همون جور که مسافر زادش رو میشناسه. شما اگه سفر تشریف برده باشید عمدتا اون چمدون، اون ساکی رو که دارید وقتی که میخواین تحویل بگیرید و میرید خیلی خوب میشناسیدش. ممکنه که 10 تا چمدون قرمز یا سبز هست ولی شما مال خودتون رو میشناسید. مسافر زاد خوده چمدون خودش رو میشناسه. پس آقای روستایی گفتش که من صدای باد خرکره خودم رو از میون 20 تا با تشخیص میدم. اینجا خواجه بلند شد، خواجه شهری. خواجه برجست و بیامد ناشکفت، روستایی را گریبانش گرفت. این آقای خواجه شهری پرید و یقه آقای روستایی رو گرفت که ابله ترار شید آورده ای، بنگ و افیون هر دو با هم خورده ای. آخه آدم نادون، تو داری سر من کلا میذاری؟ حشیش با تریاک رو قاطی کردی خوردی؟ من قبل از اینکه برم پایین چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. ببینید وقتی که روستایی از صدای خرکره خبر میده و میگه این مال منه، حضور نفس در تک تک زوایای ذهن رو داره نشون میده که این همه جا حاضره، این همه جا حاضره و با زیرکی و بازیهای فکر با شما بازی میکنه، با بازیهای نفسانی و زیرکیهای ذهن با انسان بازی میکنه. یه جایی روستا شهری رو که سالها مهمونش بوده نمیشناسه ولی صدای باد کر خرش رو میشناسه. باز برگردیم به درون خودمون، باز برگردیم به این مشاهدگر. ببینید چقدر زیرکی ها به خرج میدیم برای اینکه لحظه هویت نشکنه، لحظه اعتباریات نشکنه. و بعد مهمتر از هر چیز دیگه ای، دوستانی که در مسئله طریقت قدم برداشتن، دوستانی که شامل شهود میشن، دوستانی که آن رو که صحبت میکردیم درک کردن، بسیار مواظب حضور این روستایی باشید. این کاری نداره جز فریب. زمانی که شما به وجدی میایید و آنی رو درک میکنید، در هر شرایطی هستید، در زندگی بیرون هستید و یا در مراقبه های درونی هستید، اونش مهم نیست. انقدر به تحلیل فکر ندیدش، انقدر ندید فکر اونو بالا پایین کنه، انقدر نذارید فکر بر این مسلط بشه. تجربه های درونی، مشاهدات و شهودها اون زمانی فاسد میشن که ما هی مورد تحلیل قرارش میدیم، هی دو دستی تقدیمش میکنیم به روستایی. و شما ببینید حضور روستایی رو در تک تک نقطه ها، روستایی شهری رو گذاشته بود پشت در و در واقع میگفت من تو خونم و نمی اومد بیرون، اومد پشت در تیره کمونه به این داد و رفت. ولی به محض اینکه این اون شبح رو زد، بلا فاصله اظهار وجود کرد که این کرخر منه، این هیچ وقت پشت دری نمیره، همه جا حاضر داره، همه جا حضور داره. اون هوشیاری، اونی که بسیار باید بهش توجه کرد. بارها خدمتتون گفتم انسان سالک، انسانی که در طریقت حرکت میکنه، درست مثل انسانی که با یک مار خطرناک تو اتاقی تنهاست، به تک تک حرکات این ذهن و این مشاهدگر مورد توجهشه، نمیذاره از زوایایی وارد شه که این فریبش رو بخوره. ببینید خیلی از مایی که تصورمون اینه که به یک رهایی هایی رسیدیم، به یک چیزهایی رسیدیم، صحبت هایی که من خدمتون میکردم، حمل کردن قالب های اجتماعی چیزی رو در ما عوض نمی کنه. باید به اون کن رسید. اون کن در واقع اون توجهه. حالا یه دفعه خواجه بلند شد و یقه این رو گرفت. این همون آگاهیه که من از شما برای شما سالهای سال دارم صحبت میکنم که در یک آن به وجود میاد.
اون کسانی که صحبت از این میکنن آقا من چطور، هنوز روستایی رو نشناخته، هنوز نمیدونه داره باهاش چه میکنه. در یک لحظه که این روستایی اعلام کرد که این صدای باد کره خر من بود، یک مرتبه خواجه بلند شد، یک مرتبه خواجه حرکت کرد در بارون. بارون رو سر خودش و خانوادش، زیر پاش گله، اما جایی که یقه این رو باید بگیره میگیره. یادتون میاد صحبت میکردم تضاد با تضاد سازش نکنید، تضاد ابر ابهام به وجود میاره. دقیقا نکته ایه که آقای شهری روی ناچاری، همجوری که مولانا گفت، این باید اول از اون حزم، از اون دوراندیشی برخوردار می بود. چون برخوردار نبود متاسفانه رفت و به چاه افتاد، ولی چاره ای نداشت و باید یک راهی پیدا می کرد. اما یک جایی متوجه شد که التماس کردن چیزی رو عوض نمی کنه، ترس چیزی رو عوض نمی کنه. باید یقه روستایی رو گرفت، باید با نفس رو در رو شد. فرار ازش، ترس ازش، جز اینی که مسخرت بکنه، جز اینی که وادارت کنه به چیزهایی که ساخته و مورد علاقه خودش، چیز دیگه ای نیست. جایی اون روان تو، اون درونی که حالت کرختی داشت و سستی داشت، یک مرتبه حرکت میکنه. این اون آنیه که سالک منتظرشه، نه انتظار به صورت دانش، انتظار به این صورتی که من خدمتون گفتم. توجه میکنه به تک تک صحبتاش، حرفاش، حرکاتش که از کجا برمیخیزه. بارها گفتیم قضاوتش نکنید. این به این معنی نیستش که خودتون رو اذیت کنید، فقط ببینیدش بدون قضاوت. این نیستش که خودتون رو بکنید باز دوباره بازیچه دست روستایی که این کار خوب بود، این کار اخلاقی بود، این کار بد بود. اینو فراموش کنید. به عنوان یک کسی که داره شاهده، ببینید. اون دیدن این لحظه رو به وجود میاره. شما ارتباط و اتصال و پیوستگی جلسات رو با هم ببینید. اون دیدنه که این جستن رو به وجود میاره. اینی که روستایی تمام مسیرها رو رفت، اومد به شهری، رفت اومد به این روستایی اعتماد کرد، اومد تو این تصویرها، اومد تو این اعتباریات، اومد و همه چیز رو پذیرو پشت در نگهش داشت، دید در اینها شادمانی وجود نداره. بعد التماس کرد که یه گوشه‌ای به من بده، این گوشه رو بهش داد، مثل یه تیکه از رو ترحم جلوش پرت کرد و باز این پذیرفت و رفت در اونجا. تمام بلاهایی که نفس بر سر ما میاره، اون قدرت روان ما رو از ما میگیره و ما تصورمون اینه که من ضعیف شدم. توی شهری اون روان ضعیف نیست، اون چیزی که داره این پشه ها و ککا رو برای تو زیاد میکنه، اون جایگاهیه که این آقای روستایی داده و این روستایی گوشه ای چسبوندتت که این من، این خود، این اعتبار، این منی که این اعتباریات رو جمع کرده بسیار مهمه، با ارزشه. یک جا اون حرکت به وجود میاد، اینجا این عرفان ماست، اینجا اون کسی که سالکه، با اون دیدن، با اون توجهی که این همه راجبه صحبت میشد، جایی خودش فردیت دیگه، طریقت فردیت فرده که شکوفا میشه، برمیخیزه و یک دفعه روان کرخت، روان سست تبدیل میشه به یک جریان شکوفا، به یک رود شفاف و زلالی که بنیاد این روستایی رو میکنه. پس این هم از اون راهکارهاییه که در این چندین و چند وقت در رابطه باهاش صحبت کردیم. این داستانیه که به صبر برمیگرده. سالک صبوره. باز از من دوست، اگر دوست
بدونید داشته باشید. خواستن نشانه روستاییه، اینی که هی من میخوام، هی من میخوام، نه حالا فرقی نمیکنه ها، شما فکر نکنید فقط ماشین خواستن و پول خواستنه، من میخوام مولانا باشم، من میخوام در معنویت جلو برم، خواستن گفته روستاییه. اون زمانی که شما در حقیقت متوجه شدید، اون لحظه رو دریافتید، اون شکوفایی انجام میشه، اون از درون میجوشه. احتیاج به چی داره؟ والا احتیاج به نه زیمزمزم داره، نه احتیاج به دعاهای آنچنانی داره، و نه والا نسخه داره که به کسی بدن. اصل مسئله اینه که من در اون آگاهی، در اون هوشیاری مراقب این حرکات هستم و جایی که اون لحظه انفجار به وجود میاد حرکت میکنم. به هر حال متوجه شد با این چشم که آقا تو بنگ و افیونو با هم خوردی که من رو اینجوری میکنی. در سه تاریکی شناسی باد خر، چون ندانی مرمرا ای خیر سر. سه تاریکی بود دیگه، شب و ابر و بارون. گفت در اینها تو باد خراتو تشخیص میدی، چطور میشه که منی که رفیق 10 سالترم نمیشناسی؟ آن که داند نیم شب گوساله را، چون نداند همراه 10 ساله را. کسی که نیم شب داره تو این تاریکی سگانه، البته باز من خدمتون بگم اینو خیلی معانی داره، من معذورم از این که بتونم خدمتون بگم، اصلا وقت نیست و از بحث خارجه، ولی میتونه تشخیص بده. چطور نمیتونه من رو تشخیص بده که دوست 10 سالشم؟ حالا شما دقیقا حرفای جلسه من رو اینجا، داستان تموم شد، در این ابیات ببینید. خیشتن را عارف و واله کنی، البته در خیلی از نسخ خیشتن را واله و عارف کنی، خاک در چشم مروت میزنی، که مرا از خیش هم آگاه نیست، در دلم گنجای جز الله نیست. قالب هایی که من خدمتتون عرض کردم، شما فکر نکنید اینها فقط امروزه، این بیزینس بسیار پولساز امروز داره پول میسازه، اون موقعش هم همین بوده. چی با 4 تا قالب و کلام خودت رو کردی عارف؟ من جلسه قبل خدمتون گفتم به محض این که اسم اینو میاری که من عارفم، من سالکم، من در این مسیر دارم حرکت میکنم، راه خودتو زدی. قالب رو خودت نذار، حرکتی رو که داری میکنی حرکت رو انجام بده. در خیلی از جریانات من بارها خدمت دوستان عرض کردم تبدیل شدن سرکه به شراب، این تبدیل رو انقدر هم نزن، وقتی که داره تبدیل انجام میشه داره انجام میشه، بذار مسیر خودش رو طی کنه و بعد بلا فاصله به این قالب ها اشاره میکنه که با 4 تا کلمه من شدم عارف و من در عشق حرکت میکنم و در دلم هیچ چی نیست جز خدا، و آنچه دی خوردم از آنم یاد نیست، اونچه که دیروز خوردم، این جور از مسائل ذهنی گذشتم، از حافظه گذشتم، اینجور در آن دارم زندگی میکنم، آنچه دی خوردم از آنم یاد نیست، این دل از غیر تحیر شاد نیست. یعنی من به جایی رسیدم که اصلا یادم نمیاد. ببینید خیلی جاها اذیتتون کردن، وقتی به طرف میرسی خیلی راحت میگه گذر کن، اصلا یادم نیست چی کار کردم، اما یک رنگ متفاوت کفشتو میفهمه، یک رنگ متفاوت پیرهنتو میفهمه، بلایی که سعید آورده یادش نیست. اینها رو ببینیم در خودمون. دیروز یادم نیست چی خوردم، گذر کن. مگر نمیگیم از حافظه باید گذشت، در آن باید زندگی کرد؟ من غیر از تحیر، همون بحث عالم حیرت که خدمتون عرض کردم بزرگتر از ذهن وارد ذهن میشه، من همش تو اونا و با اونا شاد میشم. فریب، وقتی که پتک دست نفس میفته، وقتی که نفس میخواد بازی کنه با ما، وقتی که میخواد ما رو به جایی بکشونه که
ما رو به عنوان خیلی از حرکات ما رو به عنوان معنویت ابراز کنه. من تمام ابیات رو نمیتونم بخونم ولی چند تاشو میخونم که حرفای جلسه قبل من و این جلسه رو داشته باشید. قالب درست کردن و حمل قالب های اجتماعی بزرگترین خطاست. لاف درویشی زنی و بیخودی، هایهوی مستیان ایزدی، که زمین را من ندانم ز آسمان، امتحانت کرد غیرت. امتحان، غیرت یعنی همون خدا در واقع، چون مولانا در خیلی جاها حق رو به عنوان غیرت، به عنوان تغییر، اون غیرت نه غیرتی که ما میشناسیم، نام برده. میگه تو وقتی که این آگاهی برات به وجود میاد، امتحان به وجود میاد، تو در این مسیر قرار میگیری، امتحانهایی پیش میاد که آیا تو واقعا از این مرز گذشتی یا نه. اون امتحانها خیلی مهمه. لحظه به لحظه زندگی ما برای کسی که در طریقته، برای کسی که سالک راه، امتحانه. امتحان در امتحانه، از گفتار، از کردار، که آیا با حزم، با دوراندیشی، با دوری از روستایی داره انجام میشه، یا همه اینها اون زیباییه که برای ما مشاهدگر پر زرق و برقش کرده. دیگه چقدر این صحبت‌ها رو بکنه. اون وقت تمام این ابیات رو میخونیم، تمام این صحبت‌ها انجام میشه. حالا یه نفری یه جایی یه چیز، آقا مولانا میگه فقط برید دنبال این که عاشق هم باشید. آقا کی مولانا اینو میگه؟ وقت ما هم که از مولانا آشنایی نداریم، چیزی نخوندیم، میگیم آقا همینه دیگه. وقت بعد که زیراب همه چیز رو میزنیم، زیراب همه رو به یک چوب میرونیم، نمیگیم آقا من تقصیر دارم، من اون حزم و دور اندیشی رو نداشتم، منم که میخوام به روستایی یک هویت بدم به عنوان معنویت و عارف و صوفی. نمیگم اینا منم، میگم آقا همه اینا بی خوده. به هر حال باد خرکره چنین رسوات کرد، هستی نفی تو را اثبات کرد. در اون داستانی که طرف سیبیلاشو چرب میکرد و صحبتشو کردیم که میمد توی آدمای متنعم و میگفت من لوت چربی خوردم و بعد پوس دنبه رو گربه برد و بچه دوید اومد گفت بابا اون دنبهی که سیبیل تو چرب میکردی گربه برد، دیدیم چجوری اون روان انسان در جاهای انسان رو رسوا میکنه. ولی این رو بدونیم، این رسوایی بد نیست. در همون داستان میگفت حداقل وقتی که میفهمن گرسنه‌ای لوتی بهت میدن، غذایی بهت میدن، شما فکر نکنید حالا خورد به این ایگو من رسوا شدم، فهمیدن که آقا من چیزی شخصیتی ندارم، من سوادی ندارم، من تمام اعتباریاتو ندارم، حالا پس باید دارم خودمو بکشم. اصلا همچون چیزی نیست. راه جدیدی باز میشه. چشم رو بر اون راه نبند، چشم رو بر اون راه نبند که داری چی به روز خودت میاری و داری چی کار میکنی. من حقیقتش ابیات خیلی زیبایی داره در رابطه با این که ما هویت میگیریم، ما با اسمها رنگ عوض میکنیم، ما فقط در فریب خود هستیم و این روستایی خود و دیگران رو فریب میده. خیلی زیباست. اگر خواستین خودتون بخونید، من دیگه نمیرسم، وقتم تموم شده. عرض کنم به خدمت شما که دیگه ما جلسه ای نخواهیم داشت تا سال آینده. انشالله به همتون خبر خواهد داده شد که چه زمان این جلسات دوباره شروع میشه. من فقط دو سه تا نکته رو در این پایان امسال خدمتون بگم. ببینید دوستانی که تو این جلسات اومدن و آشنایی دارن با روشی که ما صحبت کردیم تا حالا، میدونن که ما بحث اول و آخرمون آگاهیه، هوشیاریه. چیزی جز هوشیاری بر این روستایی کار نخواهد کرد. و شما بدونید هر مراقبه‌ای، هر ذکری، هر مدیتیشنی وقتی که از روح خالی شد، وقتی که این جوهر رو نداشت، هیچ تأثیری نداره. زمانی تأثیر میکنه که از این جوهر برخورداره و در این امتحانها پیروز بیرون اومده از درون خودش. و اگر کسانی روی این مسیر حرکت میکنن که دیر میاییم و زود میخواییم بریم
و توی این مسیر هستیم که من باید توی 4 جلسه 6 جلسه نتیجه هایی بگیرم و برم. همون نتیجه گرفتن رهزنه. بذارید اینها به عنوان یک تخم در درون روان ما کاشته بشه. به موقعش از من داشته باشید، شکوفایی اینها رو خواهید دید، به تجربه خواهید دید. اما به موازات این جلسات، ما جلسات خیلی مختصر و ابتدایی رو شروع کردیم با مسائل مراقبه که یواش یواش وارد مراحل دیگه‌ای بشیم. اما چند تا نکته رو اینجا در نظر بگیرید. زمان که کی من متوجه میشم که این روستایی داره حرکت میکنه، اون دیگه به شما برمیگرده، به هیچ کس روی کره زمین بر نمیگرده، اون فقط به شما برمیگرده. نسخه نداره، هیچ کس هم در دنیا نیست که یه عجی مجی لاترجی بگه همه سر عوض کنه. اینها فقط خرافاته و اینا ربطی به عرفان نداره. در این مسیر باید رفت، در این مسیر باید هوشیار بود و بسیار توجه کنید. مبادا این شهودهای درونی، این تحولات درونی رو در اختیار هر ناکس و هر نامحرمی بگذارید. این جهان ما به قول مولانا که الان میگفت ریختن برای ناکسان کسی کردن از هر چیزی بدتره، میگه ای بسا صورت سیاه و دل چو شیر، ای بسا صورت سپید و دل چو قیر، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. اینها رو فراموش نکنید، اینها اون حزمه، اون دوراندیشیه. حواستون باشه، میگفت مگس ها بر روی این صورت نشستن و دارن ازش حراست میکنند. این آلودگی ها رو وقتی که بهش نگاه کنی بهت راه پیدا میکنه. بسیار مهمه با کی میشینی اگر در این مسیر حرکت میکنی. بسیار مهمه با کی میشینی. با هر گلی بشینی همون بو رو میگیری. اینو فراموش نکنید. اینقدر اینها رو شل نگیریم. بسیار جدیه. نگذاریم زمانی که شدیم یک توفاله و این روستایی کردمون یک توفاله انداختمون یک گوشه متوجه بشیم. به این نکته ها خیلی دقت کنید. این جلسات به همراه اون جلسات خواهد بود. دوستانی که تشریف میارن با امید خدا در خدمتشون خواهیم بود و مسائلی که خب در خود اون جلسات به طور مجزا بیان خواهد شد و اینکه انشالله هفته دیگه در خدمتون خواهیم بود و دیدارمون با هم تازه میشه. تا هفته دیگه، خداحافظ، خسته نباشید.